جایی من گفتم چی اتفاق میفته که اگر شما وقتی دارین میرین بیرون تو به جایی که بگی شناسنامت رو گم کردی این چه ریختیه یه زن نجیب مگه این ریختی میره بیرون به جای اینا شما بگی که من تو این آینه که عکس خودم و تو رو میبینم حس میکنم تو خیلی جوانتر از من موندی و این موضوع یک منو میترسونه دو منو حسود میکنه سه میترسم میگم که نکنه تو رو از دست بدم چی اتفاق میفته اگه اینو بگی؟ اگه خود فکر کرد گفت نمیشه که خانم گفتم که چرا نمیشه میتونی؟ گفتش که نه شاید هم اصلا هیچ کدوم اینا نباشه شاید هم من غیرت مردونه دارم پشت غیرت قایم نشه آیا این حسا رو تو میکنی یا نه؟ بعد گفت حالا بکنم هم چرا باید به اون بگم؟ گفتم برای این که این موقع که خودت آگاه شدی و از آگاهی جمله‌ای رو گفتی که غیر واقعی نیست اون وقت اون به این واقعیت یه واکنش میتونه نشون بده یا اون واکنشی که تو داری یعنی اون میگه اوه عزیزم این حرفا چیه؟ I love you no matter what بعد خب اگر این دوست نداره این کار میکنم یا بعد میگرده میگه تا چشم چهار تا من خوب موندم جینه تو مثلا به مادرت نگاه کن، به بابات نگاه کن که چه شکلی شدن و وقتی اون حرفو اگر به تو زد تو یه آزردگی پیدا میکنی که اون موقع به اون میگی Do you know you are hurting me؟ میدونی داری منو آزرد خاطر میکنی و از اینجاست که یه ارتباط سالم حتی اگر نادلچسب بین شماها به وجود میاد نوعی که تو میخوای کنترل کنی این سیچویشن رو فقط به همین جایی میکشه که کشیده این آگاهی ها بیشتر این خاصیت رو داره حالا کیسای متفاوت رو تو طول چیز خب باز میکنیم و مطرح میکنیم اگر شماها دقت کنی یا دیده باشین آرم برنامه های من از 32 سال پیش که با ایرج گرگین شروع کردم برنامه رادیویی مو این بود در اندرون من خسته دل ندانم کیست که من خموشم و او در فقان و در اوقاست ما میخواییم اونی که در اندرون من خسته دل و ما نمیدانیم کیست تا حد ممکن و مقدور بدانیم که کیست این دانش و این آگاهی هیچ وقت زندگی رو برای ما دشوارتر نمی‌کنه بلکه روابط ما رو با اطرافیانمون شفاف‌تر می‌کنه ما چرا بچه‌ها رو دوست داریم؟ برای اینکه عنوان مثال من نوه اولم 2 ساله بود که بیبی کوچیکی هم به دنیا آمد بعد من داشتم این بیبی رو نگاه میکردم، این دوام گفت نو نگاهش نکن یعنی شفاف حسادت خودش رو و آرزوی خودش رو برای اینکه توجه من متوجه یه موجود دیگه نشه نشون یه دفعه اون تو بغل من بود اومد گفت I want choker ما بزرگا همین احساسا رو میکنیم ها خیلی وقتا منتها چون جامعه حس حسادت رو که یه حس طبیعیه ولی آلودش میکنه به شرم به حس گناه و به قول دکتر نراقی به حس دیسکاس یا چندش حسادت رو چون با این ستا آلوده میکنه اون وقت ما خجالت میکشیم دیگه نشونش بدیم بعد چیکار میکنیم؟ میره تو پستو چی میشه؟ یه دختری حالا غیرتی یه دختری که پدرشو از دست داده با یه پسر خوب
بعد از 4-5 با مرگ پدرش با یه پسر خوب آشنا میشه. بعد به دوستش میره میگه که میدونی من با این آشنا شدم، نگاه کن تو 5 ماه هم به من پروپوز کرده. بعد یهو دختره برمیگرده میگه که آره شنیدم، از مثلا فرح شنیدم، گفتش که چقدرم لوسه، اینقدر بدم اومد ازش، چون بهش گفتم که شنیدی که مثلا مریم نامزد کرده، گفت آره نذاش کفن باباش خوشه. حسادت خودشه و حرفی که دلش میخواد بزنه که جوی اینو از بین ببره در قالب. هر وقت یکی میاد میگه میدونی فلانی گفته که تو خیلی خسیسی، خودش داره حرف میزنه، خودش داره حرف میزنه، منتها یه زیگزک میزنه که حمله تو متوجه خودش نشه، ولی حرف خودش داره میزنه. یا این داره خودش میگه تو نذاشتی کفن بابات خوشه. خب این جوری که اگر شفاف باشه روی این مسئله، جوری که میتونه بگه اینه که شنیدم به خصوص اون پسری که گفتی، گفتم خوش به حالت، کاش شانس منم مثل تو بود، خیلی سالم تره. منتها چرا اینجوری نمیتونی بگیم؟ چون اون میترسه که این بره پشتش بگه وای این از حسودی داشت میترکید، چشماش انقدر شده بود. در حالی که فرض کنید توی من دوستای آمریکایی زیادی دارم، یکی از اینا واقعا از من خیلی زحمت کشتر و با سوادتر، تو سندیگو هم هست. بعد منتها اتنیک گروپ نداره دیگه، آمریکایی ها رو درمان میکنه. خب آمریکایی هم همشون دوست دارن از بیمه استفاده کنن، بیمه دارن، میخوان از بیمه استفاده کنن. بیمه هم الان پدر در میارن تا پول میدن به این دکترا. بعد مثلا من از 15 سال پیش با بیمه کار نمی کنم. هر دفعه من رو میبینه میگه you know what, I wanna kill you. Could they just pay you cash? I am so envious, I wanna kill you. خب وقتی اینو میگه که من ناراحت نمیشم، که میگم که go and learn فارسی بهش. چوک میدیم تموم میشه. ولی به این دلیل میتونه بگه که تو جامعهش این حس مهر پلیدی و گناه و شرم و چندش و غیره نخورده. به همین دلیله که پیچیدگی های ما شرقی ها خیلی احتیاج داره که ما یه بازبینی کنیم، خودمون رو بازبینی کنیم. امتیازات زیادی هم از نظر روابط انسانی تو فرهنگمون هست، ولی این مسئله. بنابراین هدف من از تدریس این کلاس این بود که ما یه تکنولوژی رو، یه تکنیکی رو، یه روشی رو، یه شیوهی رو بتونیم با هم داد و ستد کنیم که وقتی یه احوالی به شما دست میده که دوست نداری، بتونی خودتو ببری گوشه صندلی بذاری جلوی خودت، خودت بشینی و به ریشه این احوال دسترسی پیدا کنی و بعد این جسارتش هم داشته باشی که به جای این که دیگران رو محکوم کنی و ملامت کنی و علت بدبختی های خودت بدونی و ده 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 ده، بتونی بگی که I have to own this. حالا مهمترین اتفاقی که تو این ماجرا میفته میدونین چیه؟ ما از رو صندلی قربانی بلند میشیم، میشینیم رو صندلی مسئول. قربانی هیچ کاری برای خودش نمیتونه بکنه جز همون چیچی ناله، ولی مسئول راه حل پیدا میکنه، مسئول این پاور میشه. نقطه که اشاره کردن خانم توانایی هامون، فقط
مسئول توانمندی پیدا میکنه و الا قربانی نشسته که حالا واسش روزه امام حسین بخونم. یک مسئله دیگه ای که به ما امید میده و در تراپی این مسئله الان بعد از ورود نوروساینس به تراپی دیده شده، یعنی از مسئله سوبجکتیو و ذهنی رسیده به مرحله ابجکتیو و عینی. اون چیه؟ و اون اینه که ما وقتی در فضای امن محترمانه با آزادی به اورنس دسترسی پیدا میکنیم، بیوشیمی مغزمون تغییر میکنه. جمله بزرگیه ها. ما وقتی در فضای امن، نه اینکه بهمون حمله کنن در نقش روانشناس، در فضای امن، در فضای محترمانه که حرمت و کرامت انسانیمون به دلیل اختلالاتی که داریم زیر سوال نره. شما میدونید در قانون آمریکا